استادان دانشگاه و عالمان دینی در کنفرانس اصلاح فرد و جامعه از دیدگاه علامه فیضانی میگویند جامعه امروز افغانستان نیاز اشد به فهم دینی و علم روز دارد. به گفته استادان دانشگاه، جوانان و نوجوانان کشور باید طوری آموزش و تربیت شوند که در آینده دست مردم افغانستان از کمک‌های کشورهای بیرونی کوتاه شود. مسئولان کانون علامه فیضانی طی کنفرانس پیرامون اصلاح فرد و جامعه از دیدگاه علامه فیضانی میگویند یگانه راهکار بیرون رفت جامعه از مشکلات توسل به کتاب و تحصیل میباشد. عبدالباقی ایوبی مسئول کانون فرهنگی علامه فیضانی میگوید هدف از برگزاری چنین برنامه ها شناخت مردم و نسل جدید از اندیشه مرحوم علامه فیضانی میباشد. در همین حال خلیل الله ناصری مسئول بخش مطبوعاتی این کانون میگوید علامه فیضانی جوانان و نوجوانان را تشویق به مطالعه و تحقیق نموده است تا راهگشای جامعه باشند. بر جوانان پیام علامه صاحب بیداری بوده که جوانان باید بیدار شوند، جواهر درونی خود را رشد بده. علامه صاحب بر جوانان میگفتند که شما مرضی در خود پیدا کنید، همه جوانان که او مرض مطالعه است و علامه صاحب جوانان را تشویق میکرد به مطالعه، تحقیق و تحصیل. علامه صاحب جوانان را چیز سوق میدادند. در همین رابطه جمشید رسا یکی از روانشناسان میگوید جوانان مسلمان ضمن احساس خوب فهم عالی از جامعه و جهان داشته باشد تا با همسویی این دو درک بتوانند با کشورها رقابت کنند. رحیم شروع میکنم به نام خداوند بخشنده و مهربان، بخشنده است بر کل گیده دنیا. قانون وضع کرده، قانون خداوندی است که اگر کار کردی، تلاش کردی، به ملکت وفادار بودی، وطنت ساخته میشه. از سوی هم محمد فایق عظیم استاد دانشگاه بر تحصیل و رشد جامعه از طریق علم و دانش تاکید کرده میگوید تنها روزنه برای برابری با کشورهای دنیا تحصیل و تدبر از طریق دانش است. و بر اساس نظام اخلاقی فرقصد بودن از استقبال و تمایلات فردی بدون باشد. این در حالی است که علامه فیضانی در سال 1302 هجری شمسی در شهر باستانی هرات افغانستان به دنیا آمده که از وی 52 اثر در رشته‌های مختلف به جا مانده است.